با برنامه چاردیوالی یا شبکه جهانی آریانا بیننده های ارجمند بار دیگر خوش آمدین. من خوشحال آصفی در خدمت شما هستم. در این لحظات میخواهیم احوال یکی دیگر از هموطنان عزیز ما که دور از افغانستان زیست و زندگی دارند در لندن و همه شما هموطنان عزیز با صدا و سیمایشان آگاهی و معرفت کامل دارین. سالهای زیادی در بی بی سی کار کرده، در استودیوی شماره 7 طنزنویس موفق کشور عزیزمان افغانستان هست که در لندن زندگی میکنه و امروز خوشبختانه پسرشان هم در پهلویشان هست که پسرشان هم یک هنر خاصی داره که پسان سرش صحبت میکنم. میلاد جان یوسفی، با جناب آرون یوسفی و میلاد یوسفی از شهر لندن خوش آمدید میگیم. یوسفی صاحب سلام. سلام خوشحال جان، چطور سعده؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ زنده هستی؟ تا هنوز نفس میکشم یوسفی صاحب. بلاست که والا بلا نام خدا. میلا جان سلام. سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام خوشحال جان خان. سلام صد خوب آرام بخیر. سلام بخیر میرسم برای کل همکارای پروگرام چاردیواری و بیننده همگی. تشکر که از ما دعوت کردین. ما هم به تمام بیننده های تلویزیون جانی آریانا سلام میرسانم و به کارمندای نازنینش که در این شواهی روز بسیار مشکل تلاش میکنن و برنامه میسازن. یوسفی صاحب از کرونا خو نترسیدی؟ میلا جانم تو باش درست است. چی کنم؟ گفتم از کرونا خو نترسیدی؟ نه با واس کرونا از ما ترسیده. چطور است؟ وضعیت در لندن، وضعیت کرونایی ویروس کووید 19 در لندن هنوز هم قرنطین جریان داره؟ قیود وجود داره یا نه مردم نرمال کار خود پیش میبره زندگی میکنن؟ خوشحال جان ما تقریبا این از 3.5 هفته است که در خانه قرنطین هستم. من خودم قرنطین کردیم. خودم نمیگم. دولت اعلان کرد که مکاتب بسته، دوکانهای خرد و ریزه بسته و از مردم خواهش کرد که نبرن بیرون. همین سطح فرهنگی بسیار بالاست و مردم خودش هم قدر میفهمه که نبره که خودش هم مریض نشه و خانوادهشان. بنابراین در سرکار در جایی که من زندگی میکنم تقریبا مرکز لندن است و روزانه از پیش خانه ما با هزارها و نفر تیر میشن و امروز وقتی که از پنجره اتاق سل میکنم یک نفر هم در بیرون نیست. شاید کسایی باشه که مجبور باشن یا شفاخانه برن یا پیش دکتر یا ای که برای خرید جای برن، در غیر از اون کسی از خانه بیرون نمیره. و ما از مردم نازنین خود، از مردم که در افغانستان از خواهش میکنم که نسایی که وزارت صحت عامه بر شما میگه لطفا گوش کنید. واقعا به خاطر ساعت شما میگه این مرض به اندازه خطرناک است که تمام دنیا را به لرزه آورده و هیچ نمیفهمند که با این مرض چطور مقابله کنند. حتی میبینیم که صدر اعظم انگلستان گرفته و آدمای بزرگ در تمام دنیا گرفتند. یعنی این مرض غریب و معتبر و سیاه و سفید نمیشناسند. هر کس در گیرش بیاید این را میکشند و نصایحی که کرده یگانه چیزی که مهم است شستن دست است با صابون. یگانه چیزی که میکروب از بین میبره چربی است، یعنی صابون چربی را از بین میبره. و دیگه قرنطین در خانه است که ایره مراعات کنین و دیگه فاصله است که از کسایی که مثلا اگه شما مجبور هستین بیرون برین حداقل 2 متر فاصله بگیرین از کسایی که در بیرون هستن. شما چرا فاصله را رعایت نکردین یوسفی صاحب؟ بچه و پدر کسایی که در خانه هستن و چی کردن؟ یعنی ما چون که ما و میلاد همین 3.5 هفته است که قرنطین هستیم، یعنی در این 3.5 هفته هیچ اثری از مریضی در ما ظاهر نشده، میتونیم که با اعضای فامیل خود باشیم. ولی کسی که بیرون بره بیگانه بیاید ما نمیتونیم که او را قبول کنیم یا ما نمیتونیم جای دیگه بریم. میمان قبول ندارین؟ به این صورت هیچ آمده نمیتونید مطمئن باش دیگه. همین قرنطین کلا شد باز قدم ها بالای چشما. یوسفی صاحب پشت استیدیوی شماره 7 بی بی سی دق ناوردی؟ دق آوردیم، نه تنها خودم دق آوردیم، برای از اینکه بعد از اینکه استیدیوی شماره 7 تمام شد یک تعداد زیادی از مردم از خود بی بی سی و از مردم شکایت خواهش کردن کمی برنامه رو دوباره بره، ولی بی بی سی کار نکرد و به حساب زی با گفته زی که خودشان میفتن که ما بودجه نداریم این برنامه را پس کرد، در حالی که من فکر نمی کنم با یک پول کمی که این برنامه تهیه می شد بودجهش از یا خراب شده باشد. خب بر صورت من خودم برنامه تازه ساختیم در می 3 هفته که فردا شب برنامه دوم ما می بینیم که با عمر اکرم است، یکی از موسیقی دانه های بسیار
مهم و جانی که افغان است خودش و آهنگ می سازد با او مصاحبه دارم در پیج خود، در پیج فیسبوک خود که می دانین به ساعت 9:30 شب وقت افغانستان در پیج من او را ببینید. مصاحبه ما یعنی من استدیو شماره 19 را خودم در خانه احیا کردم. چرا 19 نامش ماندین؟ از 7 به 19 رفت؟ به خاطر که همی کووید 19 یا کرونا 19 نامش ماندیم که این خاطره بانه. باز وقتی که مردم یک وقتی این برنامه را دیدن میبینند که این برنامه را در شوای قرنطینه که در داشتن این برنامه ها پخش میشه. بسیار خوب. شاید مرضی از بین بره ولی همی خاطره قرنطین و خانه ماندن این همیشه به خاطرشان میمانه. تشکر. میلا جان خودت مصروف چه کار هستی در این اواخر؟ فعلا دیگه همی در قرنطین هستم، کوشش بکرم و از این وقت استفاده کنم، از این موقف که باز همیشه نهیم باشه. من خودم کوشش بکنم هم چیزای مثبت شد ببینم، اگر چیزا بیرون منفیس خو مردم اکراسم به تشویش هستم. من همی فامیل رو میگم که یا تشویش کنن یا تشویش نکنن. تشویش نکنن. یا احتیاط کنن یا تشویش. نمیشه که هم تشویش کنن یا هم احتیاط کنن. احتیاط میکنن می خودش بس است. کافیست بله. اون احتیاط میکنن دوستان خود میشم چیزی که از بیرون در خانه. میلاد عزیز اصلا خودت رباب نواز هستی، گیتار نواز هستی، پیانو نواز هستی، با کدام آلی موسیقی اصلا خودت دوست داری و تخصصت هست؟ یاد گرفتم خب اصلش نمیفهمم. من تا من خودم انجینیر صدا هستم، ساوند انجینیر خواندم، درسش رو در کتابخانه ملی انگلستان کار میکنم باید ساوند انجینیر. من تا در موسیقی هم علاقه دارم، خب یک موسیقی خورن خودم میفهم یک چیز است که دیگه هر قدر که بیاموزی اما قدر دگام جای است. خودم در حالا دستک میزنم آنه رباب هم هست. در رباب اینجا نام خود اصول دوستا و خود در انگلستان و در خارج امریکا شده به نام رباب. اونر پدرت چرا تعقیب نکدی؟ چی را؟ اونر پدرت چرا تعقیب نکدی؟ اونر پدرم خو نام خدا خوب صحبت میکنه از من باز در گفزاره نکمه که مشکلات دارم. زبانم میره و نمیتونم. معلوم خاطر از طریق موسیقی کوشش میکنم که هم گپا خود رو برسانم انشاءالله. خوشحال جان میلاد چکسته نفسی میکنه. میلاد یکی از پیانو نوازه بسیار خوب است که پیانو مینوازه، آهنگ میسازه. تا حال چندین آهنگ برای فیلم هایی که یا تئاتر هایی که در امریکا بوده از پیش خواهش کردن امریکایی ها که موزیک بسازه برای بگیرم ساخته. یعنی اول رشتهش پیانو بود، بعد از او گیتار ما تشویق شده و گیتار خوب می نوازه، رباب می نوازه، هارمونیوم می نوازه، طبله می نوازه و هر کدامشه بی اندازه خوب می نوازه. ولی فعلا رباب هم دست می ده برای کسایی که در اینجا است. اما چیزه فقط بغیر از پیانو که در افغانستان معلم داشت دیگه تمام آلات موسیقی را خودش یاد گرفته. بسیار. و واقعا ما به خاطر پدرش هستم نمیگم خوب می نوازه. از بچه ترازیستی؟ بی اندازه. باش که بخبر بچه می شود. یوسفی صاحب کدام تنز به ذهنتان امیال هست که بیننده ها منتظر هستن، تشنه هستن کاملا از آرون یوسفی بشنوه؟ تنز خواندم، چند بیتش سانسور کردن. من نمیفهم چرا، حداقل پیش از پیش برام میگفتن که تنز دیگر می خواندم. شما خیره بگین که باز ما سانسور میکنیم یعنی ببینیم. نه اخی شما است، ولی یک پس که ما این طنز خودم نوشته کردیم در صفحه خود نشر کردیم و مسئولیتش به دوش خودم است. بفرمایید. شما هیچ مسئولیت به این قبول ندارین. خب به هر صورت ما یک طنز میخوانم به نام رمضان است. بفرمایید. خیزید و خزارید که ماه رمضان شد، سبزی و کچالو و گر و بوره گران شد، جانو به امیدی که دگر روزه نگیرد یک باره سفر کرد و روان سوی امان شد. ملا نشه شوله و الوا و برانی، آجی پی شلغم چله و پاچه و ران شد. یک شب که چلی دیرتر آمد به تراویح، آن مولوی از نامدن او
نگران شد. گفتن که آجی رمضان روزه گرفته. داماد او از قند و فشارش نگران شد. ماماگک من مفلس و بیچاره فتاده، دارایی او مصرف نسوار دهان شد. ماماگک من آدم فهمیده و داناست، افسوس که حالش چنین بود و چنان شد. القصه که با آمدن روزه و افطار یک عید خوش و بقیه مردم نگران شد. به 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 بسیار عالی. تشکر. بخاطر که رمضان رسیدنی است، ایران به مناسبت رمضان برتون. افغانستان نمی یوسفی صاحب؟ افغانستان چرا نی؟ افغانستان زیاد دوست دارم. خب بیا چی میکنی دیگه؟ بیا وطنت. چی کنیم؟ در کجا باشم؟ چرا خانه نداری اینجا؟ نه خانه ندارم. هیچ خانه، زمین، جایداد، هیچ چیز؟ هیچ چیز ندارم. هیچ خیش ندارم، هیچ قوم ندارم. اگه بیم کی؟ اگه خودت مرا کار میدی بیم در اونجا. ما حاضر هستیم برای شما کار بدیم. و خانه چطور میشه؟ خانه پیدا میشه، اول خودت بیا. نه مرا بخواین. بعد اقل مینان خوردن خود داشته باشم. خیلی که پیسو را چی کردین یوسفی صاحب؟ از بی بی سی گرفتین، از دیگه نهادها، چند سال از چند ده است خودت کار میکنی، پیسو را چی کردی؟ خوشان جان یک چیز برات میگم جان. ما این تقریبا در ماه آگست است، دو ماه بعد یا سه ماه بعد، 30 سال است که در لندن هستم. ما امروز در این 30 سال نه خانه دارم، نه موتر دارم، نه کار دارم ولی و نه پیسه دارم در بانک. چرا؟ تمام پیسه مگه حساب کنی شاید دو نیم ساعت پنگ شود. اونم پیسه است که با تقاعد برای ما نمیته و اونم تا آخر ما نمیرسه. ایر باور نمی کنی و ایر به خدا قسم می خواه. باور کردم. ایر باور کن جدی. و بی بی سی فکر بسیار کساب فکر میکرد که بی بی سی پیسه میته. اگر من در بی بی سی کار نمیکردم، سوسیال میگرفتم، اما پیسه را که سوسیال میداد عین پیسه بی بی سی بود. اما من این کار نکردم، من از بی بی سی پیسه گرفتم. تشکر. میلا جان، پدر تعریف تکد، اما خودت شکست نفسی کردی، نگفتی چرا؟ آیا اعتماد به نفست پایین است یا اما تو خواستی که بگویی من تعریف خودم نمیتونم بکنم، نه رباب یاد دارم، نه پیانو یاد دارم و با هیچ آله موسیقی هم دسترسی ندارم؟ نه من نگفتم که نه از یاد دارم. گفتی من یک انجینر هستم در بخش ساوند، در بخش صدا من تخصص دارم. آخو اونم کار مسلکی من نموسته که از دکای کار و من موسیقی در علاقه دارم و دکان میخوام که یاد بگیرم و کوشش میکنم دیگه. کل گپ در کوشش. افغانستان نامدی تا خودت؟ والا افغانستان نامدم، بسیار میخوام با وی میخواستین ما میام راش میای وعده است. من خودم میام مکلکر، من مکلکر میام اونجا از ما دوستا و چطور اگرش فامیل اونجا داریم، از ما اولاده مامای ما اونجا خدا بیام رزش و شوهر خاله ما اونجا بخیر میام مکلکر، بسیار میخوام اگه شب برای یک چند وقت بیایم اینجا کار کنم انشالله، یا باعث انجینیر یا باعث حتما وطن به شما ضرورت داره انشالله. خوشحال جان، میلاد یکی از فاکولته های بسیار معروف انگلستان که در برستول است و در انجینیری یکی از فاکولته های بسیار خوب است خوانده و خودش انجینیر است، انجینیر ساوند است بسیار. و حالا در بریتیش لایبرری یا کتابخانه بریتانیا که یکی از معروف‌ترین کتابخانه‌های دنیاست کار میکنه، باعث سر انجینیر یا او یعنی کارهای کارها رو میکنه. اگر خواسته باشین در افغانستان ما وزی میاییم و تمام کارهای ساوند انجینیری و تمام کارهای افتخار ماست. حالا پدرت که تعریف تبیه کند چرا میگه که نه بس از بس از خب بگذار اقی خلاش نه با خودت این پسان خلاشت منه میگه بابا چرا تعریف میگه اینجار نگستی نه بخیر من افغانستان واقعا نتون از خطر چی من از خطر امی آبا آبایش میخوایم انشاءالله حتما و دوستا قسم میکنن ما پیش نان افغانستان دق شدیم اینجا خو اینجا هست اگه میوه و ترکاری و گوشت جزا هست اما عین مزار که ما خورد بودم از افغانستان برامدم عین مزار تا والا ما ندیدم یوسفی صاحب نان افغانستان مزه داره است یا از لندن؟ نه بابا لندن انگلستان نان نداره یعنی نان مخصوصی که داشته باشه بگیم نان انگلیسی چی است؟ اینجا نیست، فقط چپس است و برای مایی یا ساندویچ یا همین نان یا مثلا گوشت هم زیادترین کسایی که مثلا زیاد دعوت یا داشته باشن یک گوشت سرخ میکنند اما هیچ نان هیچ کشوری به نام افغانستان نمیرسد واقعا. تا
تشکر. تشکر از جناب آرون یوسفی و پسرشان میلاد جان یوسفی که از لندن با ما به تماس بودند، صحبت کردند. افتخار بخشیدین، افتخار ما هستین. چیزی اگر پیام داشته باشین به مردم افغانستان، چون روزهای قرنطینه است، قید شبگردی و روزگردی است به خاطر کووید 19 یا کرونا. جناب یوسفی سه بعضی مردم اینجا رعایت نمیکنه، ساده میگیره این مسئله را. پیام شما با اونا چی است؟ ما بایس یک افغان، بایس یک برادرتان خواهش میکنم که قرنطینه مراعات کنید. همه چیزایی که وزارت صحت عامه میگه یا دولت میگه همین را مراعات کنید. واقعا مرض بی اندازه خطرناک است. هر روز 1500 نفر در انگلستان میمرد و شو اعلانش می و در تمام دنیا، در امریکا که کشور پیشرفته است، 2500 نفر میمرد هر روز. و در افغانستان که متاسفانه یک مملکت بسیار غریب است، در اونجا هنوز شروع نشده. اگر شروع شود، گفتیم والی ایراد، والی سب ایراد که گفت ما باز مردار رو جمع کرده نمیتونیم، در تمام دشتا باید قبرستان بسازیم. تشکر شما یوسفی صاحب. باشه. تشکر میلاد جان عزیز از شما هم. ما ببخشیم، یک پیام داشتیم گفت از می موقف مردم استفاده کنم. ما یکم که تشویش بکنم خیره، منتها در این وقت است که مردم میتونم سپورت کنم، آشپزی کنم. من خودم اینجا سپورت میکنم، آشپزی میکنم، چیزایی که علاقه دارم میخوانم به موردش. پروگرام هایی که وقت نداشت میبینم، امروی فامیل قطبازی میکنم، قصه میکنم. از این موقف آدم چوردواری میگن بسیار وقت خوب است که آدم میتونه از این استفاده کنم. باز وقتی که پس کاربار شروع شده که باز دیگانم قطبازی در پیسه میکنیم یا مفت؟ جان؟ قطبازی در پیسه میکنیم یا مفت؟ نه آه دیگه چرا نیست. خوشحال جان، یک چیز من بگم که یه باید نشد کنیم. در انگلستان در تمام کوچه ها و محلات یک گروپ های پیدا شده که با کسایی که سالمند هستند و یا کسایی که از لحاظ اقتصادی خوب نیستند برای کمک میکنند. بله. و جوان ها مخصوصا همین کار کردن با اون پوزبند ها یا ماسک هایی که میپوشند، پیسه میگیرند از جای مختلف، نان درست میکنند و روان میکنند. ما از کسایی که پولدار هستند در افغانستان، از کسایی که قصرهای بلند درست کردند، از کسایی که پول گرفتن و مخصوصا از کسایی که مفت پول گرفتن و پول مردم گرفتن، خواهش میکنم که دمی وقت شما اگر کمک کنید، خداوند شما را میبخشه. در غیر از اگر با مردم کمک نکنید، خداوند هیچ وقت شما را نمیبخشه. بخیر باشید، یک منزله داشته باشین، پنج منزله باشین، ده منزله. ما فامیل عمل کار میکنیم، من برای میلاد ماست میسازیم و با اونایی که در اینجا توان زیر ندارن ماسکا را پخش میکنیم و بسیار کار نیک میکنین. بل صورت رایگان دیگه از دست ما چیز نمیه. و بیادر خوردم، بیادر دیگه هر روز میره برای می نفر در خانه پیرا نان میبره، بیچاره اون ماسک خود میپوشه، دستکش خود میپوشه، کار عالی میکنین واقعا. کمک میکنن با اسکل. آخ خوب است که این وقت کلگی راست میگی دست جمعی بکریا کمک کنم. تشکر میدم نفرای که توانش دارد. بخیر باشی، یک جا تشکر از خدا نگهدارت. سلام برسید. خداحافظ. خب بیننده های ارجمند، آرون یوسفی با پسرشان میلاد جان یوسفی از لندن بودن. در برنامه چهاردیوالی دعوتش کردیم، صحبت های خودمانی شد. کووید 19 و کرونا را جدی بگیرین، در خانه های خود بمانین تا مسئول بمانین. میان برنامه کوتاه.